تشدید بحران در رأس نظام. تلویزیون رژیم 6 دی. رهبر انقلاب اسلامی تبلیغ را همانند عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک میدان جنگ توصیف کردند و گفتند برخی از این که گفته شود جنگ تبلیغاتی یا جنگ اقتصادی و فرهنگی خوششان نمی آید و می گویند باید از صلح صحبت کرد، در حالی که جنگ دشمن با ملت ایران در عرصه‌های مختلف یک واقعیت است و اگر ما از این واقعیت غافل باشیم، طرف مقابل هوشیار و مراقب است و طراحی خود را به پیش می برد. رهبر انقلاب اسلامی مهمترین طراحی جبهه مقابل در مقطع فعلی را ناامید کردن مردم با آینده و گرفتن اعتماد به نفس آنان از طریق بزرگ نمایی مشکلات و ضعف‌ها و کاستی‌ها دانستند و افزودند. امروز در فضای مجازی هزاران توپخانه در حال شلیک به سمت ملت ایران است. اینا دشمن را علیه ملت و علیه نظام اسلامی شاد می‌کنند به قیمت ناامید کردن مردم، ناامید کردن نسل جوان و نسل نو، به خصوص کسانی که همه امکانات مدیریتی یا امروز دستشونه یا دیروز دستشون بوده، فرقی نمیکنه. اون وقت نقش به قول فرنگی مآب‌ها اپوزیسیون به خودشون میگیره. کسانی که کشور در اختیارشونه یا در اختیارشون بوده، اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن. موضع باید موضع مسئولانه، باید پاسخگو باشن. رهبر انقلاب اسلامی با مقایسه ریگان از رؤسای جمهور سابق آمریکا با رئیس جمهور فعلی این کشور گفتند ریگان از ترامپ هم قوی‌تر بود هم عاقل‌تر بود، عملا هم علیه ما اقدام کرد، حالا تهدید و هیاهو و او هنرپیشه بود، بازیگریش هم بهتر از این بود. ایشان افزودند البته بعضی مقامات آمریکایی با نرمش‌های ظاهری و پوشاندن دست شدنی خود با دستکش مخملی توانستند در برهه‌ای سر بعضی از ما را گرم کنند. آخوند روحانی 28 آذر 96. همه ما شهروندیم، شاه نمی‌خواهیم، قانون می‌خواهیم. هر کس در این کشور هر مسئولیتی داره بالاتر از قانون نیست. هیچ کس، حتی پیغمبر اسلام هم بالاتر از قانون نیست. ما انقلاب کردیم که هیچ کس بالاتر از قانون نباشه. همه باید مطیع قانون باشند. سایت احمدی نژاد 4 دی. او 70 میلیون، 80 میلیون، 50 میلیون یه نظری دارن، به یه باوری رسیدن. تو اومدی میگی غلطه، تو به چه حساب میگی غلط؟ کل مردم اشتباه کردن، تو مسئولی که جاشون تصمیم بگیری. باشی هست. هر کسی در هر مقامی و منصبی باشه، اگر ملت او رو نخواهد او قاسم. روشنه که قاسم. هر اقدامی انجام بده تخلف. هر تصرفی در بیت المال انجام بده بعداً باید جواب. خبرگزاری حکومتی ایلنا 6 دی. آملی لاریجانی با تشکر از سخنان امروز مقام معظم رهبری ابراز داشت. ایشان گفتند برخی افراد در حیطه اجراییات و قضایی سیاه نمایی می کنند. کار دشمن تخریب قوای کشور است و می دانند قوه قضاییه مقتدر جلوی وابستگی و فسادها را می گیرد و از این رو به تخریب قوه قضاییه و مسئولان آن مشغول هستند. در درون کشور نیز عده‌ای آب به آسیاب دشمن ریخته و مردم را ناامید کرده و سیاه نمایی می کنند. میلیون ها پرونده در دستگاه قضایی رسیدگی می شود و بعد یک پرونده را با اقتضای دید خود بررسی و سیاه نمایی کند. خب این گزارش رو دیدیم. خامنه‌ای که بعد از مدت‌ها به صحنه اومده بود راجع به مسائل و محورهای مختلفی صحبت کرد. اما هدف اصلیش چی بود؟ این موضوع گفتگوی امروز ما هست با علیرضا معدنچی. با عرض سلام خدمت شما و تشکر از شرکتتون در گفتگومون. منم به شما سلام عرض می‌کنم. همینطور سلام عرض می‌کنم خدمت هموطنان عزیز و بینندگان گرامی
و اجازه میخوام که اول درود بفرستم به هموطنانمون در شهرهای به پا خواسته، از اونجایی که این تعداد شهرها زیاده و من میترسم که اسم بعضی از شهرها رو جا بندازم، اجازه بدید از ذکر نامشون خودداری بکنم. بله. و باز هم درود بفرستم بهشون. بله. خب در مورد صحبت‌های خامنه‌ای، سوالم این هستش که محور اصلی حرفای خامنه‌ای چی بود؟ ولی با اونچه که امروز ما در شهرهای کشور شاهد بودیم، جواب به این سوال دیگه خودش روشن شد. بله. خامنه‌ای اومده بود که نسبت به همین وضعیت، نسبت به همین وضعیت به شدت بحرانی و انفجاری به نیروهای خودش هشدار بده. یعنی در واقع اومده بود که اونها رو نسبت به این بحران‌های فراگیر رژیم توجیه بکنه که یکیش اون بحران درونی رژیم بود و به اصطلاح پاسخ دادن به احمدی نژاد و روحانی، و میخواست بگه که الان دیگه شما نباید نقش اپوزیسیون بازی بکنید، الان وضعیت خطرناکه، الان شما باید پاسخگو باشید. حرفش تماما همین بود. یعنی الان پاسخ به این سوال بعد از جریانات امروز خیلی روشنه که از یک طرف اومده بود اونو هشدار بده، ولی از طرف دیگه چون وضعیت خیلی نگران کننده و خیلی وحشت آوره، اومده بود در ضمن به نیروهای خودش امیدواری بده، دلداری بده که نترسید، ما سرنگون نمیشیم. ما 40 ساله که همش از سرنگونی ما صحبت میکنن و اینها، و دیدید که ما موندیم و این بار هم سرنگون نمیشیم و اینو میتونیم پشت سر بگذاریم. این حرفایی که عرض میکنم خیلی وقتا با همین عبارات گفت که ما چیزهایی رو پشت سر گذاشتیم که هر نظام دیگه اگر که با اونها روبرو میشد ساقط میشد، و میخواست بگه خلاصه ما ساقط شدنی نیستیم و این بحران‌های کنونی رو پشت سر می‌ذاریم. این دوتا پیام رو داشتید برای نیروهای خودش. فقط یک تناقضی به نظر میاد، اونم این که شما میگید که خامنه‌ای اومد از یه طرف به اصطلاح روحیه و امیدواری بده به نیروهاش، من. از یه طرف راجع به بحران‌های زیادی که هست صحبت کرد. این دوتا متناقض با هم. بله. آخه این اصلا تناقضیه که رژیم باش سر و کار داره. درگیر همین تناقض هست. بله. درگیر اینه که خب فلواقع اوضاع انفجاریه. بله. این که همش اگر بخواد تبلیغات بکنه که نه طوری نیست و وضعیتی نیست و اینا، خب این نیروهای خودش رو غافل میکنه و نمیخواد خامنه ای یا سردمداران اصلی رژیم نمیخوان نیروهای خودشون غافلگیر باشن، میخوان اونا بسا در حالت بسیج باشن، ولی از طرف دیگه از این طرف اگر که بخوان این رو زیاده روی بکنن یا با همین وضعیتی که در جامعه وجود داره اینها همین وضعیت رو که میبینن، خب معلومه که خودشون رو میبازن. مثلا همین صحنه هایی رو که در شهرهای کشورمون امروز شاهدش بودیم، خب این معلومه که دیگه روحیه نیروهای سرکوبگر رژیم، پاسدار و بسیجی دیروز با امروز متفاوته. با دیدن همین چیزا خودشون رو میبازن. بله. و خامنه‌ای ناچاره بیاد به اینا بگه که نه، مطمئن باشید که ما ساقط شدنی نیستیم و سر جامون میمونیم. بله. اجازه بدید من هر دوی این دو وجه رو از حرفای خود خامنه‌ای براتون بخونم که ببینید که چطور هر دوی اینها واقعا به اصطلاح در ماکسیموم خودش این هشدار دادن های خامنه‌ای بود. بله. گفت که برای هر آدم آگاهی روشن است هزاران توپخانه، توپخانه دروغ پردازی، توپخانه بزرگنمایی مشکلات. میخواد بگه که این مشکلاتی که دارند و اینها، اینها رو دیگران چیز میکنن، اینا میگن، ما با همچین چیزی مواجه نیستیم. بله. بزرگنمایی مشکلات به سمت این ملت. بله. از راه‌هایی که امروز وجود دارد و دیروز وجود نداشت مشغول شوند، مشغول شلیکند. بله. آمارهای بی پایه میدهند، دروغ میگن. خب این آمارهای بی پایه و دروغ رو کی میده؟ در وهله اول هر کس هم که از بیرون رژیم میگه استناد میکنه به حرفای همین سردمداران رژیم، به حرفای روزنامه‌هاشون. یعنی اینها خودشون آنچنان نسبت به وضعیت صحبت میکنن که اصلا نیازی نیستش که مثلا ما که میخوایم راجع به رژیم افشاگری بکنیم، دیدید که اکثرا همین حرفای خودشون رو نقل میکنیم. بله. به خاطر اینکه فلواقع وضعیت بسا بدتر و انفجاری تر و خطرناکتر از اون چیزیه که خودشون میگن. و میگه که اینها موفقیت های انقلاب رو کتمان میکنن، دروغ انگاری میکنن، ناموفقیت ها رو، ضعف ها رو، کاستی ها رو اگر یکیست 1000 جلوه میدن، درست عکسش اگر 1000 1 جلوه میدن. و به خصوص ببینید اونجایی که گفت که
این اعتقاد میخواهند این اعتقاد را در جوان و نوجوان و نسل نو از بین ببرد که دیگر مردم پشت سر این نظام و انقلاب و این نظام نیستند. هدفش این است که مردم را ناامید کنند. داره به چی اشاره میکنه؟ به رویگردانی گسترده کسانی که تا همین دیروز مثلا ممکن بود که نسبت به این رژیم توهم داشته باشن. نمونهش خود روحانی. خب روحانی یک پروژه بود، روحانی که یک فرد نبود که. روحانی بعد از شکست همه پروژه های قبلی رژیم روی کار اومد و خود نیروهای به اصطلاح اصلاح طلب و بخشی از نیروهای رژیم میگفتن این آخرین برگ برنده ماست، آخرین برگ ماست. خب این سوخت و خودشون الان اظهار میکنن که ما به اصطلاح هشتگ ما پشیمانیم را میندازن. بله. ما پشیمانیم از اینکه به روحانی رأی دادیم. خود خامنه ای میاد به دست میگذاره روی شکست های روحانی و شکست های باند روحانی و همینطور این پروژه برجام. میخوان اعتماد به نفس مردم را بگیرند، آینده را تاریک نشان بدهند. کاری است که امروز دشمن دارد میکند، متاسفانه در داخل هم گروهی همین کار را دشمن را دارند انجام میدهند. نیروهای خود رژیم رو میگه. بله. و میگه که بایستی در باب تبلیغات ما کار بکنیم. یکی از کارهایی که باید تبلیغات در باب تبلیغات انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردم است. دشمن به طور دائم شبهه ایجاد میکنه. خب حالا این از اون وجه بسیار هشدار دادن نسبت به اینکه وضع چقدر خرابه. از اون طرف ببینید که چه جوری میخواد وقتی امیدواری بده چی میگه. بله. میگه که روز اول میگفتند جمهوری اسلامی تا 6 ماه دیگر از بین خواهد رفت. بعد دیدن سر 6 ماه رو کردن 2 سال و این نظام از بین رفتنی نیست و ما همچنان هستیم، باقی میمونه. حرفای آخرش هم اگر که دقت کرده باشید حرفای دیروزش رو با این عبارت تموم کرد که ما البته نمیخوام پنهان بکنم که با مشکلات زیادی روبرو هستیم، تورم و گرانی و فلان و اینها، اما این گره ها رو خداوند متعال باز خواهد کرد. بله. یعنی آخرش باز شدن گره ها رو احاله داد به خداوند متعال. بله. حالا تو صحبت دیروز خامنه ای که خامنه وسط حرفش یک صحبت بیغافه ای هم راجع به رئیس جمهور اسبق آمریکا ریگان کرد. بله. علت اینکه این وسط اشاره کرد به ریگان که سالها پیش رئیس جمهور آمریکا بوده چی بود؟ نکته جالبی رو اشاره کردید. بخصوص اگه به عبارات خودش دقت بکنید فکر کنم عبارات خودش روشن بکنه قضیه رو. میگفتش که ریگان عاقل بود و حالا ریگان چرا عاقل بود؟ چرا بهتر بود؟ ویژگی ریگان چی بود که این رئیس جمهور کنونی آمریکا ترامپ نداره؟ ریگان اهل معامله بود با این رژیم، معامله کرد با خمینی، اهل کلتوکیک فرستاد برای خمینی. در واقع این با این حرف میخواست التماس دعای خودش رو به طرف آمریکایی برسونه، بگه ببینید ما هم حاضر هستیم، اگر شما مثل ریگان اهل معامله باشید ما هم حاضریم پای این بیاییم و خلاصه یه خورده عاقلانه تر به عبارت خودش برخورد بکنیم. خب برای پنهان کردن این بسیار خواستش خب میاد شعار میده که آمریکا و یه جنایتکار نمیدونم دشمن اصلی ما همچنان ایالات متحده آمریکا و از این حرفا. ولی این وضعیت خرابی که امروز شاهدش بودیم و خامنه‌ای با همون نیروهایی که داره این وضعیت رو، این شرایط انفجاری جامعه رو خیلی خوب میگیره، روزانه بهش گزارش میدن، خب معلومه که خواهان به اصطلاح این مذاکره هستش با آمریکا و اینجوری داره اظهار آمادگی میکنه. درسته. حالا شما میگید که به اصطلاح خامنه‌ای میخواست این پیامو بده که ترامپ تو هم مثل ریگان بیا وارد مذاکره و خلاصه بده بستون بشو. منظور حرفتون آیا واقعا این هستش که میخواد راه مذاکره و به اصطلاح راه های مدل برجامی رو خامنه‌ای در پیش بگیره؟ بله، اگر به خامنه‌ای و به رژیم باشه که میخواد همین کار رو بکنه. کما اینکه همون کسانی که خیلی دیروز علیه برجام صحبت میکردن و گریبان چاک میدادن و اینا که باید در برجام خارج بشیم، باید پاره بکنیم، باید فلان بکنیم، الان دو دستی چسبیدن به این برجام و وحشت و نگرانیشون از اینه که به اصطلاح ترامپ برجام رو پاره بکنه. منتها این یک طرف قضیه است. از اون طرف
اونا که اون طرف قضیه وقتی که این همه نیاز و استیصال رژیم رو ببینیم، معلومه که نرخ رو بالا برده، معلومه که شرط گذاشته برای هر گونه به اصطلاح مذاکره‌ای با مدل برجام. آمریکا میگه که اصلا برجام رو قبول ندارم. همین تیلرسون وزیر خارجه آمریکا اخیراً همین دیروز گفته بود که ما دیگه سیاست خارجیمون و رابطمون با رژیم مبتنی بر برجام نیست. بنابراین شرط اونها برای هر گونه مذاکره با رژیم، کما اینکه رئیس جمهور فرانسه صریحاً گفته، وزیر خارجه فرانسه که اینا خودشون بهش میگن که منتقل کننده پیام آمریکا به ما، صریحاً گفتن که یک، بایستی دست از موشکی بردارید، دو، بایستی دست از مداخلات خودتون در منطقه بردارید، و موضوع سوم هم حقوق بشر. مشروط به این هست اصلا مذاکره و حتی مسافرت رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه به ایران رو هم مشروط کردن به همین قضیه. بله، تا اونجایی که به خامنه‌ای مربوط میشه خواستش اینه، ولی از اون طرف یه همچین شرطهای که برای رژیم در حکم جام زهر هست براش گذاشتن. بله بله، خیلی متشکرم از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردیم و به سوالامون پاسخ دادیم. خواهش می‌کنم.